هی رفیق، نامی بودی یک کار میکردم، چی جواب بتم؟ خف همیشه از پیشم. بفرمایین. السلام علیکم. سلام علیکم جناب مدیس محترم. السلام علیکم. احترام واسه چی حال داری رفیق؟ صد تو خوب؟ بخیر. یک دقیقه ببخشید، نزدیک نبین. خواهش میکنم، خواهش میکنم. ریزش کنید. بفرمایید. بخیر است ان شاء الله. صحت چطور است؟ کار شرکت ها و فامیل خانواده یانگه بیاد از اون همه گی خوب است. قوم خیش در رام سایه نزدیک کلا از اون شوخی دوره مکتب نموندید. زنده باشین، صحت سلامت باشین. چطور است کار شرکت ها خوب میگذره؟ شوخی والا نه سه به شما چی خبر شدم که کارمندارم رخصت کردین. معذرت میخوام که بازم مزاحمتون شدم صاحب. خواهش میکنم. از خاطر مو پیسه‌ای که اومدم صاحب، 100 میلیون دلار صاحب. ان شاء الله چند شده صاحب، افغانی شده که ببرمش که شرکت ها صاحب شما قبول کنین که شاف دانش رو به رکود است. خبر شد. این مشکل ما حل شد. خبر شد. اون صاحبتون روز آمده بودم اینجا، گفت که یک تعداد زیادی از کارمندان هم رخصت کردین. واقعا ناگزیر بودین. ورشکستگیتون ما درک میکنم. زنده باشین. اما ببینم صنفی، یک مشکل خیلی حاد پیش اومده. چی مشکل است؟ 100 میلیون دلار شما رو متاسفانه نتونستم به پول افغانی تبدیل کنم. ولی به خاطر کار شما را بیفته، من یک کار دیگر خود متاسیم دارم با شما آغاز کنم. البته دفایدش من شریک نیستم. خب. امی 100 میلیون دلار شما را من 100 میلیون افغانی میخرم، به خاطر اینکه شرکت هایتون که سقوط کرده 100 میلیون افغانی شرکت های شما را راه میاندازه. شما شوخی میکنید؟ نه جدی میگم، جدی میگم. کدام احمقی کار میکنید که 100 میلیون دلار بده و 100 میلیون افغانی بگیره؟ مجبور هستین این کار کنین رفیق شفیق ما. این را به خاطر میگم که دو سه دوران مکتب مستی پولای شما 100 میلیون دلارتان کاملا کهنه شده و از چلش مانده. این جای او را نمیگیرن. من این را به خاطر رفاقت کار میکنم. تشکر مدیر صاحب. سعی کنین پول خواست کهنه شده شده دیگه. بله. دی کشورم پشتی گپا کجا کس میگرده؟ امور یک روی حل پیدا کنه سیب گمش که او را اگر در دوران پرتیم او را اگر در دوران پرتیم مشکلش حل نمیشه. او اصلا در دوران دیگه نمیفته. او تمام شد رفت پشت کاره. من گفتم میره به اساس رفاقت میکنم. ما خود در بانک هستیم 100 میلیون دلار، حالا از 100 میلیون افغانی از سهم خود ما شاید برای یکی دو سال برای ما معلوم نشه. شما به او 100 میلیون افغانی میتونین که دوباره بالاخره شرکت هایتون را پرتین. این پولای شما دیگه کاملا از کار افتاده. نه 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 مدیس نمیخوره این پولا. نه 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 چیم کار نداره صاحب، سلامت باشین. پولا رو بتیم من میبرم از صاحب. پولا را داده نمیتونین. السلام علیکم رئیس بزرگوار، چه حال دارین؟ معرفی میکنم جناب رئیس بانک آقای فاروقیار، همزنفی دوران مکتبم. 2 میلیارد دلار آماده کردید فقط رئیس صاحب. شما چرا زنگ نزدین؟ من پیشتون میامدم. بفرمایید صاحب، شما نق زحمت کشیدین. بله صاحب، بورا پیش از اینکه شما بفرمایید، پیش از اینکه شما تشریف بیارین، من 2 میلیارد دلار کاغذ پیچه در مرکز روان کردم. ایشان معرفی میکنم که فاروقیات صاحب دوست دوران مکتب هم هستن و رئیس بانک. شما مشرف شدید صاحب. بخیر ان شاء الله رئیس محترم. اینجا کافی لالایا کسی مهمان میاری؟ مهمان ناوردن سیم. این بار آخرت باشه که مهمان اینجا بیاری. سعی کنین جناب رئیسم، شما گپتون سنجیده بزنین. من خود مالک 70 شرکت هستم. من پیش گدایگری نامده و مهمان هم نیستم که آمده باشم چای شما رو بخورم. من 100 میلیون دلار آوردیم که اینجا و میخواین که افغانی شوه. او پیسای کنه از تو بود؟ بله بله سعی. بله. من بودم 100 میلیون دلار. او پیسای ناچل شده. چی؟ او پیسه گفتم. چی میگی رئیس محترم؟ چرا ناچل شوه؟ پیشتر گفتم براتون رفیقم که کهنه بود فاروقی صاحب. کهنه بود. خب اگر کهنه بود امرا جناب رئیس بتین من میبرم امرا خود. مشکل ندارم من میبرم. او پیسه برات. چی میگی دل من میتر که جناب رئیس؟ تو دلت میتر که پیسه ناچل شده، اگر وقتی که پس به دسترس شما قرار بگیره پاسو به دوران میفته. اما اون پای سر تو داده نمیتونه. مدیر صاحب یک کار خیلی میکنه که امور 100 میلیون افغانی بتین خیر است. والا فاروقی صاحب، من اول گفتم نگرفتی، حالا رئیس جناب رئیسم تشریف آوردن. وقتی که اینا گفتن که کلا از چالش افتاده، یعنی که حالا او را حتی برای نون بایم که بتین مانه میگه. اما رو بتین من میبرم اخی، افغانی هم نمیتین، دلار هم نمیتین. چی قسم حساب است؟ اینا اگه بتین براتون باز شما او را دوباره میبرید. باز چالش مفته برادر. مشکل شما گپ ما را نفهمید. رئیس پول ما خیر چطور کنه؟ ما بعد شما بانک هستین خیر
شما چی مسئولیت دارید؟ خب گفتم که پولت هست ناچل شده او را پس تو را بتا باز بری سر مردم غریب بیچاره بخلانی والا که عکس حرفی تنه رو من عکس تانه میگیرم در روزنامه نشان بتون بیابتون میسوزم بیزنتون میسوزم دوز مریفیتون میکنم اینه میده کما میرم فامیدی آنه شما شما دیده حیثیت بانک ما را صدمه میزنه بریم رئیس حیثیت بانک ما را صدمه میزنه خب پولش هست پولش برش تسلیم میکنیم خب نفهمید پولش را تسلیم میکنیم ولی بار دوم از تمام امو حساب شرکت های شده بانک خود بسته میکنیم نمانه نشه بله بفرمین رئیس بریم